اوه وحشتناکه. ببینم یعنی همه اینا به خاطر پوله؟ یه زن تک و تنها 50 سال پیش بلند شد رفت شاخ آفریقا زندگی کرد، الانم میخواد بیاد سر من بدبخت خراب بشه. 1,000,000 دلار بیمه عمر برای نوامیس من. داشتم با مادر خانمتون صحبت میکردم، بعد گفتن که تحقیق کنیم ببینیم که جایی هستن که قسطی بهمون جنس بفروشن. ای کاش وسوسه یه این پول مفتا اصلا به جون ما نیفتاده بود. ای کاش تو هم اینجوری محکم رو میز نمیکوبیدی. حالا فردا صبح که خالتون تیک 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 اومدن دفتر مجله و با آقای کابوسی توک 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 رفتن نمیدونم تعاونی چی میفهمی من چی میگم. این آبرویش، این آب جوبه. توی محل کار من اومدن آبروی منو بردن. خاک بر سرت فرید، خاک. رفته بودیم بیرون، آقای کابوسی برام. ای کابوسی ناهی، چه فرقی میکنه؟ از انسانیتشه. آره همچون گله به گله وایساد بر ماه آب می بخرید، همتون هی خرید. خیلی آدم پدر مادر داری با. به این بابا بگو دور عمت خیت بکشه. بابا هرسا عمه ملوک سقوط کرد. 4 قطره تنتور والریان رو میچکونی تو آب بش میدی میخوره، آب یکی رو آتیش بریزن اصلا. بگو تشریف بیارن، اشکال نداره قدمشون رو چشم. من دارم میرم دیدن مادر خانم آقا فری، خودشم فورا میفرستم بیاد دفتر. نه من حساب کردم به تو 400 میلیون تومان میرسه، همشو ضرب در هم کردم. آره افتاده. تسلیت عرض میکنم خدمتتون سرکار خانم میخوام. فرید خانم گفت چی رفتن اونجا؟ من میگم هر سه تایی مون بریم بشینیم جلوش، هی خمیازه بکشیم، هی خمیازه بکشیم، خودش خجالت میکشه میده. خانم دلی خون من راستیاتش میخوام تقاضای ازدواج از شما بکنم. این چجوری به تو بگم؟ چی؟ 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 کلینکس کلینکس اش پاک میکنن. پاشو بریم با اجازه. ای ماما بودا ببخشید، من واقعا معذرت میخوام، خیلی ببخشید. من نمیفهمم این چشه، مگه مادر خواستگاری این؟ نه مامان، این فرید همه ناراحتیش به خاطر اون حق بیمه ی عمه ملوکه. عجیبه ها، از عزاداری که خوشش نمیاد، از عروسی که خوشش نمیاد، از حق بیمه که خوشش نمیاد. ممکنه شما بگین ایشون چی دوست داره ما همونو پیشه کنی؟ من نمیدونم مامان، فقط فرید گفته که از روزی که حرف این پول به وجود اومده بین من و تو جدایی افتاده. ولی پول بین شما آقای کابوسی جدایی ننداختا. نکنه به خاطر ثروت هم ازم خواستگاری کرد. پس چی فکر کردی ها؟ خاله من که مادر شما باشه فکر کرده آقای کاووسی که به خاطر یه دوزاری وسط خیابون حاصل 700 تا ملق بزنه عاشق جمال و کمال خاله ما شده. زهی خیال باطل، اینا مگسان هم گرد شیرینی. الان خانم فرید ازت خواهش میکنم یواش، تو رو خدا الان به خدا مامانم میشنوه ناراحت میشه. آه ناراحت میشه، من ناراحت میشم مهم نیست، مامان شما ناراحت میشه. بابا از هر طرف 1,000 تا فشار رو منه، فشار. فرید اصلا منظور چی از این حرفا؟ من اصلا نمیفهمم تو چی میگی. نمیفهمی منظورم چی؟ الان منظورم خیلی واضحه، خدمت شما عرض میکنم. این آقای کابوسی که بنده میخوام سر به تنش نباشه اومده عاشق خاله من که در ذهن مادر زنم هم هست شده. از یه طرف میخوام بکشمش از کار اخراج میشم، با 1,000 بدبختی کار پیدا کردیم. میخوام نکشمش خالم رو از دست میدم. آخه اینم شد زندگی؟ فرید خاله تو یه زن عاقل و بالغ و رشیده. رشید قربونت. خب آره. عاقل و بالغشو قبول دارم، ولی رشید دیگه نگو، خوب رشیده. خوب نه خیر، منظور من از رشید یعنی راه راست یافته. چی؟ راه راست یافته.
راه راست یافته. آها الهام، اگه این 400 میلیون تومنو بذاریم تو بانک، خدا رحمت کنه عمه ملوکو، میدونی فقط سودش چقدر میشه؟ چقدر میشه؟ حساب کردم فقط 6 میلیون تومن سودش میشه. 6 میلیون تومن در ماه؟ آره، تازه اگه درست حساب کتاب کنی از نم بیشتر میشه. معلومه این کابوسی هم حساب کتابش کم بد نیست. کابوسی نه جون، کابوسی چه فرق میکنه؟ قرص موزیگریشه که میرسونه. ببین ناهید، حالا من چی کار کنم؟ نرم سر کار یا برم سر کار؟ خب باید بری، کار آدمو میسازه. در مورد اون توفه نتنزم، نمیخواد چیزی فعلا به روش بیاری. منو میخواد، منو نمیخواد، منو میخواد، نمیخواد، میخواد، نمیخواد، منو دادگاه میخواد، منو دادگاه نمیخواد، منو دادگاه میخواد، منو دادگاه نمیخواد. حالا درست شد. من همش فکر میارم خدای نگرده شما عاشق شدید. عاشقی محنت بسیار کشید. بازم تو کمپرس کردی، تخلیه کردی، بادگیری کردی. من چند دفعه به تو گفتم موقعی که سینی و استکان دستتو بر من چای میاری این کارو نکن، من بد دلم، بدم میاد از این کار. آقای ریز شما نمیدونی این سوز دلی که از دهن دماغم میاد بیرون. شما عاشق نشدی نمیدونی بس چی میگم. آقای چرا نمیدونم منو چرا؟ من درد و با تمام وجودم در اعماق وجودت حس میکنم. نه پا نزنه مو خودت دماغت بیرون یه ها. برو بابا بلمون کن. چشم بابا بدم عالمو به هم زد. آخه تا کی میخوای اینجا بشینی فرید؟ نمیدونم خاله، نمیدونم، دست رو دلم نذار، نمیدونم، نمیدونم چجوری برم دفتر، نمیدونم با این مرد چجوری روبرو بشم، دفعه بکشمش. وای هنوز که اتفاقی نیفتاده. حالا چجوری رو اتفاقی نیفتاده خاله؟ فاجعه است. بفرمایید چیپس بخورید. دست درد نکنه. آفرید، ببخشید من فضولی، ناراحت نشید، ولی من میدونستم این آقای کاوسی هم مادر زن شما خواستگاری میکنه. دیروزم که اومدم دفتر یه نظر دیدمش، سن شستم خبردار شد. باور کنید آقا، من وقتی میدیدم مادر زنتون میاد تو دفتر، این آقای کاوسی اصلا اخلاقش عوض میشدش. خب میگفتی دیگه. میگفتی آقا من خرخرهش رو میجویدم. بابا چیکار داری؟ بریم خاله که رسوای خاصه هم شدیم. بریم خاله، غیرت هم رفته زیر سوال. بریم خاله جون، بریم که دیره مشد. باشه. سلام صبح بخیر. سلام علیکم. صبح بخیر. آقای باید دو تا گفت لام سلام، صبح بخیر آقای سردبیر 1 میلیون دلاری. حالا شما چطوری؟ بچه من یه سوال دارم از شما. بفرما. شما وظیفه دارین اینجا، وظیفه محول شده بهتون که هر وقت اینجا منو دیدید که حساب ندارم سر به سر من بذارین. بابا من حوصله ندارم، برید به کارتون دیگه. بگو تعبیل نمیگیرم دیگه. همون. آره.
اصلا حوصله تو یکی رو اصلا ندارم. اینا راست. آره. چرا؟ بفرما. چرا؟ ندارم، دیگه ندارم عزیز من. بابا چی اول صبح میای اینجوری قیافت اینجوریه؟ یه ذره بخند، یه ذره بشاش باش، یه ذره خودتون کنترل کنین، در مقابل دوربین مخفی قرار داریم. بوی درست باش، ولی تو سردبی میری. بس. خیلی خب مامان جون، پس خدافظ. ببین حتما یه فکری برای این بیمه نامه بکنی امروزا. مامان جون بابا بالاخره خودشون تماس میگیرن دیگه. ای بابا کی به فکر من و توه؟ تو خودت باید یه کاری بکنی. ناسلامتی وکیلی دیگه. میدونی چیه مامان؟ من اصلا تصمیم گرفتم به خاطر حفظ زندگیم این پولو صرف امور خیریه کنم. ده پس منم مجبورم تمام این پولو صرف دوا درمون جنون جنابالی بکنم. شما هر جوری میخواییم فکر کنیم فکر کنیم، اما من واقعا این تصمیم رو گرفتم، واقعا. آخه دختر جون چه خیریه ای واجب تر از این فرید بدبخت که حقوقش قد همه آدم هاست، اما پارچه کچلواری و خورد و خوراکش ده برابر بقیه است. مامان فرید واقعا داغون شده، واقعا غرورش جریحه دار شده. خب بیجا کرده جریحه دار شده، اگه تو از گشنگی بمیری اون وقت همه چی درست میشه؟ من دیگه واقعا نمیدونم مثلا چی درسته چی غلط. خیلی خب پس حالا که نمیدونی یه کمی تعامل کن، بعدش هم این خیریه رو فعلا فراموش کن. باشه ماما، من دیگه دیرم شد. خدافظ. خدافظ. پس یه خود فکر کنی ها. چش. خدافظ ماما جون. الو نایی جون سلام، منم. نه از تو پیش کس ندیدتش. نه خودش تو اتاقش زندانی کرده. آره نه از تو ندیدنش. نه تو اتاقش چیزی سقفی نداره که خودشو دار بزنه. نه خب بالاخره مواظب باشینا، عروس مردنی یقه مادر شوهرشو میگیره میزنه خودشو میکشه، عذاب وجدانش به ما میرسه. والا شانس که نداریم که. ببین ناهید اومد بیرون. وای چی شوش تو کاسه خونه. بدی من بعدم باز تماس میگرم. باشه خدافظ. او رئیسون فرید جون غم آخرت باشه، تسلیت میگم. غم آخرتون باشه. سلام علیکم. سلام علی جان. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ بله میگم خوبی؟ بله. ببخشید منو چه خدمت شما؟ خدمت بنده؟ منو چه؟ شما نبود. اینه مینی پس این چیه اینجا وایساده؟ سلام منو چه؟ بیبرو بابا جون. ببخشید. سلامت کو. سلام. منمن میکنی چیه؟ مقالت که به اون قشنگی و خوبی بود دیگه. چیه؟ با فرید بابت دیشب من نمیفهمم این ادا اطبارا چی از خودت در میاری؟ این عکس العملا چیه نشون میدی؟ ما دیشب چیکار کردیم؟ حرف بدی زدیم؟ کاری ناجور انجام دادیم؟ بی حرمتی کردیم به کسی؟ حرف ناشرعی زد دهنمون بیرون اومده؟ چی شده؟ من کی گفتم شما حرف ناشرعی زدیم؟ بابا چیه؟ اشکال چیه که این عکس العملا رو نشون میدی؟ یعنی چی این کارا؟ میدونید چی آقای کابوسی؟ من دلم گرفته میخوام برم خونه نشین بشم. بابا من به پوچی رسیدم. به کی بگم حرفمو؟ به پوچی رسیدم. به چی رسیدی؟ پوچی. پوچی؟ بله. پوچی یعنی چی؟ یعنی که همه چیز قابل تغییره، هیچ چیز ثابت نیست تو این دنیا. خب اینه که هر خری میدونه این قانون طبیعته که هر چیزی در حال تغییر و تحوله. شما تازه کشف نکردید. هر خری میدونه. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه آقای کابوسی. من نسبت آقا فرید. خوب شد؟ بابا این پول لامصب آقای کابوسی ویرانگر، سیل، زلزله است. انسان خراب کنه، زندگی بیچاره کنه. خب این چه ربطی به ما داره؟ به حرف دیشب و ما و کار ما اصلا ربطی نداره. ربط نداره؟ یعنی... ربط نداره؟ با چی؟ با ربط داره؟ بله که میگم بی ربطه. من اگه ربطم داره لابد ما نمیفهمیم. من نمیدونم داری چی میگی آقای کابوسی. بله. خاله من از دیروز که عمه ناتنی مرحوم شوهرشون منفجر شد وارث مستقیم 500,000 دلار پول شد. بازم بگم یعنی از الان تا سال آینده همین موقع میتونی بشینی هی سرهم ببافی چرت و پرت بگی به من.
به من ربطی نداره و من نمیفهمم این حرفا چه ربطی با برنامه دیشب ما داره، مگر اینکه رابط بزنی سرش ببینم چی میخوای بگی. ببینیم چی آخه. آی کابوسی. بله. ما آدم های نجیب و با شرافتی هستیم. بر منکرش لعنت. خب این که از هر من شمسه، مثل روز روشنه. حرفتو بزن مرد. نمیتونم اجازه بدم که شرافت خانوادگی ما به خاطر یه مش دلار کثیف لکه‌دار بشه. کی خواسته شرافت خانوادگی جناب عالی رو مثلا لکه‌دار بکنه؟ امکان نداره. مگه ما دیشب در مقابل اون همه چش و گوشی که نشسته بودن گوش تا گوش رسما از خاله شما تقاضای ازدواج نکردیم؟ رسما. به به. مگه چیز دیگه هم من کار دیگه هم کردین؟ چای شیرین با شیرینی بیارم خدمتتون. بفرما. همین یه قلم کم داشتیم که اتاق افتاد پایین. ها؟ خدا رحم کرده که دیدید همتون بودید. نشسته بودید. کن چه شکلی شدی. بیا بیا بخور، بیا بخور، میخوام باهات حرف بزنم. بیا. نمیتونم. ای بابا بقیش مال تو. هم شیرینی خرید، هم میوه خرید، همم خوردن به غیر از این فرید. چه آقا بالا سری شده واسه من حالا. یکی نیست بهش بگه که آخه دختر بهت دادیم، اختیار زندگیمونی که بهت ندادیم. بله همینو بگو واقعا که خوب شد یادم افتاد. آقای کاووسی گفتن که اگه اون جنسایی که خریدیم و نمیخوایم خب شما بهشون زنگ بزنید تا امشب بگی. من زنگ بزنم؟ اینجوری گفت. نه خب معلومه اون اینطوری میگه، ولی خب من که نباید اون وقت گوش کنم که. من باید خود سنگین رنگین باشم نه؟ خب بله. خب پس کی زنگ بزنه؟ آچار از این باریکتر نداریم دیگه؟ نه دیگه این کوچیکی ترینش بود. خب آخه اگه بگم به فرید زنگ بزنه یا بره بهش بگه، میترسم بره یه جوری باش حرف بزنه، یه پرت و پلایی بهش بگه. آره نه الهام چی؟ الهام زنگ بزنه؟ نه بابا میگه اون وقت بچه بازیه. آه. اون احترام ما رو نگه داشته، ما باید بهش احترام بزنیم. میخوایی من زنگ بزنم؟ اگه میخواست از دهن تو بشنوه که همون صبح میشه دیگه، دیگه لازم نبود که بخواد پیغام بفرسته. خب بله. خب پس چیکار کنیم؟ فکر کنم که مجبورم خودم بهش زنگ بزنم دیگه، بالاخره نمیشه، چاره ای نیست. آره خب شمارهش رو الان براتون میارم. چیزه ببین شماره موبایلشو داد، به هیچ کس این شماره رو نمیده ها. مثل که ما هیچ کس نیستیم. خب بله اون که بله، الان شمارهش رو میارم براتون. یعنی الان تو واقعا تصمیم گرفتی همچین کاری بکنی؟ بله. آفرین. اصلا باورم نمیشه. تو هم اگه جای من بودی فرید همین کارو میکردی. نمیدونم فرید. حالا پاشو یه تلفن بزن به مامان اینا، ازشون معذرت خواهی کن. درست نیست بینمون کدورت به وجود بیاد. آخه میدونی که یه جوریه. آخه بیا آخه مادر من تو این سن و سال بیاد از دامادش اجازه بگیره که آقا اجازه میدین من عروسی بکنم یا نه؟ آخه بابا من فقط دامادش که نیستم که، من خواهرزادهشم هستم، مادرش منو به من سپرده. بله درسته. تا حالا دیدی خاله بیاد از خواهرزادهش اجازه بگیره؟ دیدی یا نه؟ نگرفته تا حالا؟ نه نشده یعنی؟ نه. خیلی خوب، حالا تلفن رو بیار. چشم. یه زنگ بزنم. باشم. بله بله بله، به نظر منم همینطور. بله زندگی مشترک واقعا مسئله کاملا جدیه. درسته، درست میفرمایین. بله بله درسته، به قول فرمایش شما مام که دیگه بچه نیستی. بله نسرین جون خیلی خوابت گرفته، برو بگی بخواب، صبح خواب نمونی یه وقتی. نخه با شما نبودم. نخه. بله خواهش میکنم. بله
بله کاملا درسته. خوابم گرفت. اینا 45 دقیقه اشغالم. وای فرید حتما اشتباه میگیری. بده من ببینم. خیلی خوابم گرفت. چطور ممکنه آخه؟ یه دقیقه وایسا. وایسا. وای چطور ممکنه همینطوری اشغاله؟ من میخوابم. فردا خودم از خاله معذرت خواهی میکنم. خب؟ باشه. خیلی خوابم بیاد. یکی نیست من بگه آخه من چرا کافی داختر از آش شدم؟ والا چه عرض کنم؟ همینو بگو. بدم کافی داختر از آش شدم. اولا بهتر عصبانی میشدم. خیلی الکی همینجوری داد و بیداد کرده بودیم. میگم ارام تو واقعا از خیر این همه پول گذشتی؟ بله به قول نویسنده محبوبم پول چرک کف دسته. خوب نویسنده یه نه؟ بله ما که خیلی قبولش داریم. ما شاکریم. فرید من میرم یه سر خونه مامانم اینا ببینم شاید گوشی رو بد گذاشتن. برو برو که زنمی اختیار دارمی هر کاری دوست داری بکنی بکن. راحت باش. باشه شب بخیر. خودم فردا شب بخیر. بله میدونین تو زندگی مشترک از نظر من مهمتر از همه چیز صداقت و صراحته. بله بله اتفاقا الهام اولین حرفی که در مورد شما زد همین بود باور کنید. آخه میدونین هزار ماشاءالله الهام سال دیگه جواز وکالتشو میگیره. بله اصلا حرف بی خود نمیزنه این خودم میمونه کمگوی و گزیدگوی. بله ببخشید این بوغا مال باتری تلفن شماست داره تموم میشه. الو سلام کجا؟ کسی بهت گفته چراغ سبز نمیدی سر زندگی با این داری میری؟ با آقای کابوسی کار دارم آقا منیچه. نیومدم. نیومده؟ نه کاری داشتی؟ فرمایشی داری بنده اینجا در خدمتم. یه شعر گفتم میخواستم به آقای کابوسی بگم تو مجله چاپش کنه. یعنی هفته نامه فارسی را پاس بداریم تو موقعی پاس بداری چرا چه بینم؟ میگه بده بینم گفتم بذار بخونم روزی که تو را دیدم. نه از صدات خوشم نمیاد ببین بیخود این چیز نکن بدونم. ای بابا چرا انقدر ریز نوشتی؟ ریز داره درشتر بنویسن به تو ریزه. شما باید عینک بزنی الان شما نمیتونی بخونیدش. سلام آقای کاوسی. سلام علیکم. سلام. منو جان صبحونه من خواب موندم چیز داری بخوری؟ نونی پنیری یه چایی چیز به هم بده. ببخشید آقای کاوسی ها شهرونده من یه شعر گفتم در وصف عشق. آقا شعرش ریزه چاپ نمی کنم. ریز باشه چش ای خوب باشه چاپ میکنیم چه چاپ نمی کنیم. بذارید بخونم بس. بخون بینم این مقدارش. ببخشید روزی که تو را دیدم وانگه ز خود پرسیدم از عشق حذر کردن هرگز نرود بیرون بابا. از جان و تن و روحم بابا. هرگز نرود بیرون. آقای کاوسی ادامه هم داره میگه روزی که تو را دیدم بابا بابا وانگه ز خودم پرسیدم. خیلی خوب منو چش کل داره بده چاپ بکنن بده سپهری غلط گیری بکنه عالیه. صبحی اول صبح جون تو منو حالم جا اومد. چاپ میشه؟ بده چاپ کنم با خط درست من یه همون خرابه چند جومه دار داره نگاه کن اینو بده با اونو بده با روزی که تو را دیدم خیلی خوب من نگی برو بینیم بابا برو دیگه میدم چاپ بکنم شدم ببخشت بپر چاپ میشه آقا میدم واسه چاپ کنه برو برم به بچه ها سر بزنم خراب شده. نه برم سر کارم. او
اون یارو شهیدی با نلبکی داشته میرفته همون نه داشته میرفته بهش میگن آقا چرا با نلبکی داری میری همون میگه آخه آبش داغه خب بله همین دیگه تموم شد تموم شد خیلی بینمکی عروس خانم تشریف آوردن دفتر بشید زنده این؟ وای وای چه ناراحتی وای خیلی ناراحت و غمگی بچه به دایی میگم خیلی اتفاق بدی افتاده وای وای چی شده ولی انگار داستان جدیه نه فکر کن خاله بچی تعریف کن هیچی دیگه داشتم قبض روح میشدم خود خودش بود مطمئنید شما آره بابا میگفتش که دیشبم خیلی زنگ زده خونمو اما یه چند دقیقه من داشتم با تلفن صحبت میکردم گفت تلفن اشغال بود چند دقیقه نبود 2:45 بود من حواسم بود قرار این که تلفن اشغال بوده آها بله اشغال چی که اشغال خب عمه مهمتره خب آره بعد هیچی گفتش که اون موقعی که میخواسته هواپیما پرواز کنه یه هوی حالش بد میشه فشارش میره بالا بعد میبرنش بیمارستان به خاطر همین اون اصلا تو اون پرواز نبوده حالا دوباره میاد نه گفت فعلا که قسمت نیست حالا تا بعد این چیش تحویلش نگیرد خانم دلیخون اینجا تشریف دارن به ما ایچی نمیگی فرید باریکالله بفهمید خانم اینجا بده بفرمید خواهش میکنم دفتر من اینجا زشته خانم خواهش میکنم ببینم شما تشریف بردید اینجا میشینید خانم زشته فرید منوچ بله قربان بپر آب میوه آب میوه مخلوط معجون چای قهوه شیرینی همه رو با هم بگی برده بیار اینجا ببینم بودو دردونشون خراب میشه سرد و گرمه ربطی نداره اون که گفتم بودو آقای کابوسی بحث نکن با من آقای کابوسی خاله من حالشون خیلی بده الانم آژانس بیرون واستن با سری تشریف میبرن چرا چطور آخه عمه جون منفجر نشدن حق بیمه‌شون رو پس گرفتن دیگه هم نمیان ای وای اون توالت فرنگی هم بود اونو گذاشتنم رو گردن من چه بهتر ایوا برای چی چی بهتر از برای اینکه خانم دیگه علاوه بر اینکه طمع به مال و منال و نمیدونم اینجور بحث و حرف و حدیث ها از بین رفت دیگه هم مجبور نیستیم تا چهلم صبر بکنیم یعنی دوز حاضر بوز حاضر ایوا خودم مرگم مگه میشه خانم ببخشید شناسنامه نمیدونم کار چه نسایی همراهتون هست نه خیلی حل میکنیم بره ببینید تنهایی نمیدونم از بعد از این بدبختی و نمیدونم تنهایی و زجر و زندگی و اینام راحت میشیم کاری که همه دارن میکنن خب ما هم یکیش دیگه چی گفتی منظورم اینه که این کاروان مهم اینه که سالم برسه به مقصد و خود من آقا خود من تمام اینا رو به عهده میگیرم شما نگران هیچی نباشید مشغول دنبه یه اینقدر نگران باشید خانم دلیخون خود همه کارا با من خودم همه چیز رو رد و فرق میکنم همه چیز با من فقط شما بگید ببینم فکر خانم دلیخون بله بله